سلام، من دانیل هستم. امروز اومدیم با یه بیوگرافی دیگه. امروز اومدیم با بیوگرافی آبراهام لینکلن، یکی از رئیس جمهورهای خیلی بزرگ آمریکا. اگه می‌خواید بیوگرافیشو بدونید با من همراه باشید. پس بی وقفه بریم سراغ ویدیو. آبراهام لینکلن 16 رئیس جمهور ایالات متحده بود و به دلیل نجات ایالات متحده و رهایی بردگان به عنوان یکی از بزرگترین قهرمانان آمریکا شناخته می شود. داستان زندگی او پر از فروتنی است که بسیار قابل توجه است. آبراهام لینکلن در زمانی ترور شد که کشورش برای انجام وظایف بزرگ به او نیاز داشت. او بر دموکراسی پافشاری می کرد و تمام تلاش خود را برای ساختاربندی اتحاد در آرمان‌های ایالات آمریکا گذاشته بود که همه ملل در تلاش برای دستیابی به آن کمک می‌کردند. شخصیت کاملاً انسانی آبراهام لینکلن و تأثیر باورنکردنی او بر ملت وی را به میراثی ماندگار تبدیل کرده است. آبراهام لینکلن فرزند توماس لینکلن و نانسی هنگس لینکلن است. توماس یک پیشگام قوی و مصمم بود که از نظر مالی در سطح متوسطه بود و البته در جامعه مورد احترام هم بود. این زوج دو فرزند دیگر نیز داشتند، خواهر بزرگتر لینکلن سارا و برادر کوچکتر توماس که در دوران نوزادی درگذشت. هنگامی که لینکلن 9 ساله بود، مادرش در 34 سالگی در 5 اکتبر سال 1818 بر اثر بیماری درگذشت. این اتفاق برای او ویران کننده بود و موجب قطع ارتباط لینکلن با پدرش شد. در دسامبر سال 1819، درست یک سال پس از مرگ مادرش، پدر لینکلن با سارا بوش جانستون، یک بیوه کنتاکی با 3 فرزند ازدواج کرد. او زنی قوی و دوست داشتنی بود که لینکلن به سرعت با او پیوند برقرار کرد. به دلیل اختلافات زمینی در سال 1817 خانواده لینکلن از زادگاه خود در کنتاکی به ایندیانا نقل مکان کرد. خانواده وی در ایندیانا در یک زمین زراعی کوچک زندگی کردند و به کارهایی از قبیل شکار برای معاش می پرداختند. سرانجام پدر لینکلن توانست این قطعه زمین را بخرد. اگرچه والدین او بی سواد بودند، اما مادر جدیدش او و خواهرش را به خواندن و نوشتن تشویق میکرد. آبراهام لینکلن در همان کودکی آموزش تقویم زده شده در 18 ماه را تنها در چند هفته فرا گرفت. کتاب ایندیانا به سختی یافت میشد. همسایگان میگفتند که چگونه آبراهام لینکلن برای قرض گرفتن یک کتاب مایلها پیاده راه میرفت. این خانواده در مارس سال 1830 دوباره به ایلینوی مهاجرت کردند. پدرش دوباره خانواده را به شهر کولز منتقل کرد. لینکلن 22 ساله به تنهایی وارد عمل شد و برای خود درآمدی کسب کرد. قد لینکلن 6 پا و 4 اینچ بود. وی قدی بلند و صورت عضلانی داشت و از نظر جسمی قوی بود. او مهارت بسیار بالایی در استفاده از تبر داشت و همیشه دکه چوب برای آتش فراهم می‌کرد. لینکلن جوان سرانجام به شهر کوچک نیوزیلند، شهرستان پایک، ایلینوی نقل مکان کرد. او در آنجا ابتدا به عنوان مغازه‌دار، پستچی و صاحب فروشگاه عمومی کار کرد. در آنجا بود که آبراهام لینکلن با همکاری با عموم مردم مهارت‌های اجتماعی را کسب کرد و از استعداد قصه‌گویی‌اش استقبال شد که باعث محبوبیت وی در بین افراد محلی شد. هنگامی که جنگ شاهین سیاه در سال 1832 بین ایالات متحده و بومیان آمریکا آغاز شد، داوطلبان این منطقه لینکلن را به عنوان کاپیتان خود انتخاب کردند. وی در این مدت شاهد جنگی نبود، اما توانست چندین ارتباط مهم سیاسی برقرار کند. آبراهام لینکلن در سال 1834 فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و به عنوان عضو حزب ویگ در مجلس مقننه ایالات ایلینوی انتخاب شد. در همین زمان بود که وی تصمیم به وکالت گرفت و با خواندن تفاسیرهای ویلیام بلکستون در مورد قوانین انگلیس به فراگیری علوم قانون پرداخت. وی پس از پذیرش در سال 1837 در شرکت حقوقی استورارت شروع به تمرین وکالت کرد.
ابراهام لینکلن در سال 1844 با ویلیام هرندون در یادگیری و کسب علوم قانون همکاری کردند. گرچه این دو از نظر فقهی تفاوت‌هایی داشتند، اما روابط صمیمی و حرفه‌ای نزدیک نیز با هم دیگر داشتند. ابراهام لینکلن در سالهای ابتدایی شغل وکالت توانست زندگی خوبی برای خود فراهم کند، اما بعد از گذشت مدتی دریافت که شهر اسپرینگفیلد برای شغل وکالت مناسب نبوده و در نتیجه برای تأمین درآمد خود وارد کرسی دادگاه شد. این امر سبب گردید که وی از طرف دادگاه به ایالت‌های مختلف سفر کرده و احکام حقوقی را انجام دهد. ابراهام لینکلن در 4 نوامبر سال 1842 با مری تاد ازدواج کرد. تاد زنی با روحیه بالا و تحصیل کرده از یک خانواده برجسته کنتاکی بود. وقتی این زن و شوهر در سال 1840 نامزد شدند، بسیاری از دوستان و خانواده آنها توانستند جذابیت مری را درک کنند. این نامزدی به طور ناگهانی در سال 1841 کنسل گردید که به احتمال زیاد لینکلن در این جدایی نقش داشت. مری و لینکلن بعدها در یک رویداد اجتماعی با یکدیگر ملاقات کردند و سرانجام در سال 1842 ازدواج کردند. این زوج دارای 4 فرزند پسر بودند: رابرت تاد، ادوارد ویکر، ویلیام والاس و توماس تاد، که از آنها فقط رابرت تاد در بزرگسالی زنده ماند. ابراهام لینکلن قبل از ازدواج با مری تاد با افراد دیگری نیز ملاقات کرد. وی در حدود سال 1837 رابطه عاشقانه ای با آن راتلیج برقرار کرده بود، اما قبل از اینکه این دو به همدیگر وابسته شوند، تب حسبه در نیوزیلند شیوع یافت و آن راتلیج در 22 سالگی درگذشت. گفته می شود که مرگ وی لینکلن را به شدت افسرده کرده بود. با این وجود برخی از مورخان درباره میزان رابطه لینکلن با آن راتلیج و میزان غم و اندوه وی در هنگام مرگ او مخالف هستند. ابراهام لینکلن از سال 1847 تا سال 1849 در مجلس نمایندگان ایالات متحده دوره‌ای را گذراند. به نظر می رسید که ورود وی به سیاست ملی عمر کوتاهی خواهد داشت. او که تنها ویگ از ایالات ایلینوی است و به حزبش وفادار بود، توانست تعداد کمی از متحدین سیاسی را با خود همراه کند. ابراهام لینکلن از مقام سیاسی خود برای سخنرانی در برابر جنگ مکزیک و آمریکا استفاده کرد و از ریاست جمهور زکاری تیلور در سال 1848 حمایت کرد. انتقاد وی از این جنگ باعث شد که وی شهرتش را در بین مردم داخلی از دست بدهد و در نتیجه تصمیم گرفت برای دور دوم کاندید نشود. در نهایت برای انجام احکام قانونی دوباره به اسپرینگ بازگشت. در دهه 1850 صنعت راه‌آهن در حال توسعه در سمت غرب بود. این پیشرفت ایلینوی را به قطب اصلی شرکت‌های مختلف تبدیل کرد. ابراهام لینکلن به عنوان وکیل در شرکت راه‌آهن مرکزی ایلینوی خدمت کرد. او موفقیت‌هایی در چندین پرونده مربوط دادگاه، سایر مشتریان تجاری و همچنین بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تولیدی کسب کرد. ابراهام لینکلن همچنین در برخی از محاکمات جنایی کار کرد. ابراهام لینکلن در سال 1834 به عنوان عضوی از قوه مقننه ایالات ایلینوی از سیاست ویگ و زیرساخت‌های تحت حمایت دولت و تعرفه‌های حفاظتی حمایت کرد. این درک سیاسی باعث شد تا او مباحث موجود در مورد بردهداری را نه به عنوان یک اشتباه اخلاقی، بلکه به عنوان مانعی برای توسعه اقتصادی تدوین کند. کنگره در سال 1854 قانون کانزاس را تصویب کرد که بر اساس این قانون مصالح میزوری باطل شده و هر کدام از ایالت‌ها و قلمروهای فردی اجازه تصمیم گیری رواج بردهداری در منطقه خود را داشتند. این قانون مخالفت‌های شدید را در کانزاس و ایلینوی برانگیخت و حزب جمهوری را به وجود آورد. این موضوع بار دیگر غیرت سیاسی ابراهام لینکلن را برانگیخت و خشم بیشتر او را نسبت به بردهداری سبب شد. لینکلن در سال 1856 به حزب جمهوری خواه پیوست. در سال 1857 دیوان عالی کشور تصمیم بحث برانگیزی صورت داد، مبنی بر اینکه آمریکایی‌های آفریقایی تبار تا
طبعه نبوده و از حقوق ذاتی برخوردار نیستند. گرچه لینکلن احساس میکرد که آمریکایی‌های آفریقایی تبار با زنان برابر نیستند، اما او معتقد بود که بنیانگذاران آمریکا قصد دارند حقوق غیرقابل انکار خاصی برای تمام مردان ایجاد کنند. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. این ویدیو قسمت دوم داره، اونم واسهتون میذارم تا چند وقت دیگه. اگه از این جور ویدیو خوشتون میاد کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله رو قشنگ بزنید که هر ویدیو گوشم بفهمید، و اینستاگرام منم بالای صفحه است اونم میتونید فالو کنید، و اگه ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.